بچه ببخشید دوباره این قطع شد. قطع شد. ولی شاهزاده میخواست یه حرف جدی بزنه. درود کیوان جان. درود عزیزم. بس یه چیزی بهش بگم. عشق من. عشق من. دیگه اونو نه ولی میخواستی یه چیزیش بگی. میخواستم جوابش بده. چون نه ولی یه چیزی بهت بگم. این جواب نمیده. ولی یه چیزی میخواستم بگم. خوب یه چیزی که من قبلا به همه مردم شیدا جون اگرم یادت باشه وقتی تو ایران بودی من اینو به همه گفتم. گفتم من نه که خودم رو تو خطر گذاشتم و قرآن رو پاره کردم، به اینا بی احترامی کردم، علایشون رو آتیش زدم که واسه آزادی همجنسگرایان بود، چون اینا اون موقع همون موقع میگفتن ما گیا رو میکشیم. گفتم شما میکشید، غلط کردید بکشید، منم قرآنتون رو میکشم. و واسه همین اینا جنگ رو با خانواده من از قبل شروع کرده بودن، از همون موقعی که میگفتن به مادرم، مادر بزرگم، با زرتشتی ها معامله نکنید، اینا نجسن. من اینا رو فراموش نکردم. ولی به هر حال من این چیزا رو میذارم کنار و این مردمی که میان اینجا اگه دقت کنی واسه همین دارم میگم مجاهدین که منو میخوان بکشن و هیچ قدرتی ندارن، نمیتونن حتی نزدیک من بشن. حزب الله هم که جلوی چشتون از موقع محسن صفایی و سلیمانی که منو به مرگ تهدید میکردن، خود سلیمانی کشته شد و محسن صفایی هم هیچ گویی نتونست بخوره. به من همیشه از طرف حزب الله فیلم میسازن، میگن ما الان تو دبییم، داریم میایم تو کالیفرنیا، یعنی منو بترسونن. از این گوکاریا هیچ قدرتی ندارن. پهلوی هم که چوسه و هیچ قدرتی نداره. سازمان سیاه هم که گفتن نمیتونه منو بکشه، چون از طرف اف بی آی من خودم یه کارایی رو کردم که اگه بکنن خودشون رو میشه که چیکار کردن و امنیت آمریکا میاد پایین، پولشون میاد پایین، دلار میشه صفر ولیو، که اینم الان نمیخوام. با چین و شوروی خودشون تو بدبختی دارن، الان نمیدونن چه گوهی بخورن. به هر حال سیاست جدا، ایشون نه که میدونه، گفتم این منو از قبل میشناسه، نه که با پهلوی و مجاهدینه میدونه نزدیک من نمیتونه بشه، چون اینا منو میخوان بکشن، نمیتونه. بس همین دیدی به من هیچی نگفت، ولی میگه کیوان جون تو اگه میخوای زنده باشی، یعنی چی؟ این تهدید مرگه. یعنی تو اگه آره. زنده باشی مواظب باشی بگی، یعنی تو شاید فردا کشته بشی. خیلی بد مثل فرخزاد گفتش، گفتش که تو میخوای تو جامعه رفتار کنی، خانواده داری. بله بله. ولی توی جامعه میدونن که منو نمیتونن دست بزنن و واسه همین زورشون به من نمیرسه. من میرسه راست میگی، ولی به تو زورش به تو نمیرسه. و میدونه شیدا جون الان تو آمریکا نیست، من سکیوریتی مثل شما ندارم. خب درست همین دارم میگم، با اینا رفت آمد نکن. من بهت گفتم علتی که من زنده ام این مجاهدین یا میان باهات دوست بشن و میان باهات نزدیک بشن، آدرس خونت رو به هیچ کس نده، میان میگن وای کیوان تو چه خوشگلی، قربونت برم، تو چه نازی، آدرست کجاست. بعد یه موقع یه چیزی بهت میدن اگه گوش نکنی و نکنی میگن این دشمنمون. راست میگه خدا وکیل، اینو گفته من واسه جمهوری اسلامی کار میکنم. اینو نه اینو از خودشون میگن، نه بهانه است، اینا بهانه است. هر کسی که طرفشون نره یه تهمتی میزنن. توی ایران میگن تو تابوتی. من سیرش خودت هم گفتی من واسه جمهوری اسلامی کار میکنم. اونو من همینطوری میگفتم وقتی که راجع به آمریکا اینطوری میکردیم، اونو من به شوخی بهت گفتم. خب شما هر دو تاتون گفتی من مولا چشمابین هستم. نه اونو من موقعی که کردم، چون دعوای کوچولویی که تو اون صفحه قبلا داشتیم، نه که تو منو نمیشناختی و من راجع به آمریکا میگفتم و کسایی که تو خیابون زندگی میکردن و طرفداری میکردی، به شوخی همینطوری بهت گفتم. ولی من که میدونم کجا جمهوری اسلامی. ولی عزیز من حکیم همین حرف به من زده بود. ولی نه حکیم، این شخصی که این کارا رو میکنه، تهدیدایی که میکنن، من فقط از نظر تهدید میگم، نه اونی که بگم با اون که میدونه تو با اسلامی نیستی، بابا تو بری ایران که یه روز زندان اوینی، حالا همین بعدا مثل شیدا تو زندان اوین درت میکنن، تخته میشی، قفلت میکنن، کسی ازت خبر نداره کجایی. شما احساس کردین که خیلی های بودش؟ من دوست داشتم بدونم رو چی انقدر های هست. خیلی بالا بود یعنی. آره دوباره اومد. به من طرفداری از جمهوری اسلامی نکردم، نگفتم تو چی، گفتم کارایی که میکنی در این لایو ها به نفع جمهوری اسلامی. خب الان خودت داری چه کار میکنی؟ بس فوش مادر همه رو من فوش ندادم. فوش ندادم. من خودم فوش دادم. من به تو مادر فوش ندادم. تو با گیا فوش دادم. من همه رو نوشتم نگفتم که دروغ نگو. شاهزاده فوش دادم. من یه حرفی ندادم. دروغ نگو. ببین من هفته 272 الان 300 نفر تو لایو خودشون دیدن. آقای خانوم سریا یه لزبیانه،
و لسبیان و گی هستن این دوتا و یکی رنگ کمال کیوان بیارشون بالا. اینو بنداز بیرون خانم سرایا رو بیار بالا. اینو بنداز بیرون سرایا رو بیار بالا. تو همه اتاقا رو تر بزن یکی که بیار پیشش بیارم بالا ببینم چی میگه. آره تو بهشون میگی حامله میشن؟ چقدر تو دفع میکنی از حقوق زن و دنیا؟ واقعا این بچه ها که اینجا هستن همه از شما ناراحت هستن. من از شما بله شما رنگی کمانه تورنتو و گیاهای تورنتو خیلی با شرافت هستن. ما تو تورنتو نیستیم. تورنتو اصلا خیلی نیویورک هم من بچه های نیویورک هم خیلی با شرافت هستن و نیویورک دوستش هم سیرجا اینو که بیان امسال تو رژه ما نیا کیوان تمام گیا تمام لزبیان ها واشنگتون گی پرد کردم مال خودت گی پرد مال تو شد اصلا حذفت کردم کیوان کیوان الان تو تمام جوان ها تو ایران دارن شعرش رو میخونن من رفتم تو صفحش بچه های کوچولو دارن شعرش رو میخونن میگم نه تا آقای پژمان اینا رو را نده دیگه را نده تورنتو نیویورک را ندیم وای با دیگه تورنتو نیویورک نمیری من اگر خونم بره خب باشه منم تو رو تو جوایز دادی را نمیدم ببین یه پولیس داری اصلا رات نمیدم لیدی گاگا لیدی گاگا این جنوب شهری دیگه را نده بیس به ترامپ زنگ بزنم من پولیس های گیو امسا این جنوب شهری دندون زرد رو نده تو کاخ سفیدا که موازه پولیس ما باید این جنوب شهری رو نگاه کن راش ندی یا تمام گی پولیس ها رو یوکی گذاشت پاشو قلم کنید مایکل بلومبرگ روسا قلم قلم بچه ها نوشتم براتون دو تا بچه ها دو تا تو محکوم شدین محکوم شدین دو تا از شما ها محکوم شدیم به چی محکوم شدیم؟ به این که فحاشی کردیم به خانواده من برینم به خانواده بایدم و منم یه چیز بهت بگم یه چیزی بهت بگم تو میدونی سابا کی بود؟ تو میدونی سابا کی بود؟ بهت من بگی چیزی بهت یاد بدم بهت من بگی چیزی میگم مجاهدین مجاهدین قرآن بکن تو میدونی سابا کی بود؟ میدونی سابا از ننت بپرس که کسشو پاره کرد از بابات بپرس که کسشو پاره کرد بچه من به تو چه چیزایی یاد بدم عزیزم تو پاسو بیا ببین من چه کسی ازت بسازم ببین همین الان چرا پشم بیام همین الان هر جای لس آنجلسی برو بدون همین الان برو خب بچه ها من از این آدم ها خیلی برم کجا همین الان هر جای لس آنجلس دوست داشتی هر جا برم کجا برو پیش مظفریان برو پیش مظفریان قنبول کرد تلفوش برم یه لیوان نه قنبول داره قنبول کرده مظفریان قنبول کرده آماده آبو رفتم بیارم جور بهش بگو بهش بگو عکس کنوشو بفرسته ببینم اول شما ببین یا کن اگه شما اتحادی قنبولیانو که داری قنبولیان قنبولی نه بلندیان میگه قنبولیان قنبولیان قنبول کرده آره شما قنبولیان شما شرکت قنبولیان نیستی که قنبولیانی شرکت قنبولیان وای من عاشق قنبولیانم شرکت قنبولیان از قزوین رد من عاشق شرکت قنبولیانم من میخوام برم فامیلیمو عوض کنم آره شرکت دست قنبولیان شیدا بکن قنبولیان فردا ازدواج میکنی شیدا قنبولیان هستم با آقای بلندیان چقدر تحریک کننده با آقای بلندیان قنبولیان با آقای بلندیان با آقای درازیان من بلندیان میشم درازیان بلندیان من بلندیان میشم سیخ و بلندیان شاهزاده خیلی خوب میشه شاهزاده سیخ بلندیان و قنبولیان سر سرای سری چه پورنی کیوان بیا یه آهنگ درست کن روش منم پورنشو درست میکنم سر سرای سری من یه پورنی من دنبال قلبولیان آره من یه پورنی یه بار دیدم بعد روش یه آهنگ تکنو انداخته بودم با اون ریتمه بودش آره آره این چی میشه ها قلبولیان شما شرکت قلبولیانی و میخوام اندامت ببینم آقای درازیان بلندیان برو دور برو دور برو دور میخوام ببینم قد چنده قد چنده همکاری خردادیان قد چنده خردادیان خردادیان حرف منو گوش کنه چون که نجاتش دادم قد چنده تو کار میکنه بچا قد چنده 174
برو عقب ببینم اندامتو. شکم داری یا نه؟ میخوام ببینم اندامتو. برو مثلا بابا میخوام ببینم بابا اندامتون چطوره. یخچالت وایسا. یخچال. بیس میخوام ببینم اندامت چه شکلیه. ببندم. رومیتش هم خانومه مثلا که ها. نه خیلی هزار تا اونجا آدمه. اینجا خیلی کته. خود بلندتره. یخچالت از خود بلندتره. من یخچالم. یکی. نه یه ریزه بزرگ. آره. خب اون که من خوشم میاد کوتوله های من 174 ام یخچال 174 تو که خودت میدونی کی وان پورنامو دیدی یخچال این خوراک خودمه اینو من خودم میخوام ببینمه ببینمه برو از دور میخوام ببینمه از دور آره ببین دوربینو بزن جناب قنبلیان من راضی نیستم نه دوربینو بزن کنار بیا شما زحمت زیاد کشید من میشم باید شاهزاده گوش کن حالا شلوارت بکش نکش با اینا نه نمیکش اگه بکشی با این من خب میرم گوش کن نکش با اینا گوش کن سنت بابا لایک بیا عقب خدا بیا نبینن کار عالی بکنیم که همه جوان ها تو برو عقب گوش کن دیگه اینه من بیا عقب اصلا من با شما بابا آقای عزیز من نجاتت میدم هر کاری میخوای بکنی تو زندان افتادی من نجاتت میدم رهبرتون رو نجات دادم خوردادیان من تو رو نمیخوام نجات هم بدی جنوب شهر خوردادیان رو نجات دادم تو رو هم نجات میدم نه اون خوردادیان رو هم مثل تو بودم از فردا آقای اون خانوما دستور بدیم به حکم حکیم تمام قنبلیان بدون قنبلیان گی لزبیان رنگین کمان رو آزاد کنن غلط کردن ضد حقوق بشر نباید برن خب همه آزاد تموم شد حالا همه تو آزادی خب تو رو مایه نمیزنی کرامت انسانی مایه بذار به ایست کرامت انسانی یه چطور قشنگ به ایست میخوام باید صحبت بکنم به ایست یا آقا میخوام یه چیزی نشونت بدم بابا چرا یه میزار نه یه چیزی نشونت بدم من قول شرف میدم میخوام من بهت قول بدم میشه دو دیده با عدم میخوای میخوای پیشرفت کنی بهت من میخوام پیشرفت به نشون بدم میخوام پادشاه میخواد یه چیز خوبی نشون بده شعری بهت میگم به به میگن شیدا این اگه این کپسو بپوشه پس پیشی بول بکنه دیگه تمام پسین است پیشی پسین بعد پس پیشین است ببین پسین تو که ببین من دیگه میدونی از یه چیز خوشم اومد میدونی از خوشم اومد بعد کونه انین است خب آره از این خوشم اومد صورت تو میتونیم دوشه بگ بذاریم ولی من فکر کنم که خونه قشنگی داشته باشی خیلی بلدی ناله بدی بگو اینو این پیشی تحری کننده است گوش کن میخوام به ایستی برو عقب به ایست برو عقب آقا جان اینو بگو ببینم برو عقب میخوام یه چیزی نشون بدم تو پس پیشین داری یا پس پیشین داری یا پیشین پسین کدومی چی داری میگی میخوای بگی مفعول یا فاعل تو پیش پسینی یا پسین پیشین به اون میگن مفعول یا فاعل نه بگو 69 یا 96 What the fuck is that من نمیفهمم چی میگی 96 کوپونک پشت به پشت همین من کیوان 55 من بهت گفتم 50 سالم این تو چند بار بهت میگم 50 سال اون هر جدا بابا چرا حرفای چرت میزنی من از تو که مایه میزنی تو مگه نمیگی تو دادا میری تو مگه نمیگی پرتم پهلوی رو به دستت میگیری تو جابونا سه نفر رفتی من میخوام تو عقب بیسی بیا حالا تو با سه نفر رفتی تو تخت خواب اینطوری پرچم پهلوی رو گرفتی داری از حقوق یا حمایت میکنه خودتو نشون بده مردم ببیننت ببین. سر و پاتو ببینن پاشو نشون بده خودتو ببینم آفرین برو عقب بیا عقب بین من ببین کسایی که پرچم شاهزاده سرین رو میگیرن نگاه کن خودشونو قشنگ نشون میدن حالا نجالت نمیکشن حالا ببین قشنگ خودتو نشون بده حالا خودتو نشون بده خودتو نشون بده نکش با اینا شلوارت نکش نمیکشم وقتی که تو کونه تو بندازی بیرون میکشم نه نه بعد نشون بده بیا برو عقب دیگه میخوام بلندیان بشم واسه بلندیان اگه بلندیان نمیخوام بیا یه مهمونی تو ولی دارم میام حتما میام اون اکثر رو دیدی رو پوش تو اون شورت توری تو بپوش من میام تو هر جا بگی میام تپه خونه گرفتی اون خونه ما تو شورت توری میپوشی شورت توری میپوشی تو تالا با دو نفر تو شورت توری میپوشی شورت توری با دو نفر دیگه تو شورت توری میپوشی تو رفت تو اگه شورت توری بپوشی یا هر جا بگی من میام تو با دو نفر رفتی تو رخت خواب یا نه آره با سه نفرم رفتم با چهار نفرم رفتم
چهار نفر. آره. رکورد بالایی چقدر بود؟ صد. چند نفر بود؟ 100 نفر. آره. بچه ها ننه تام توش بود تو گنس. آقای بگو آقای ما اینو تو گنس بزنیم با 100 نفر رفت. چند تا زنده کنم بابک؟ نه ولی یه چیز خوب بگم، من که با 100 تا گوش کنی، من که با 100 تا آدم خوابیدم مثل مادر این حامله نشدم. نه پژمان با 2 نفر بیشتر نتونسته بره. کی؟ آره تو با چند تا رفتی؟ من هیچ، من تک به تک. تو خواجه ای؟ من گفتم خواجه ای. من خواجه هست بیچاره. من سلیمان هست. بلندش کنه. حالا من سلیمان هست. بیا بوست کنم. بیا شاهزاده بوست کنم. دونه که شیرازه من کشم. خواجه. بیا بیا بشین یه ذره، بیا یه ذره بشین رو پای من بهت حال بدم. بیا بریم بگم چی شده. من باید اعتراف کنم. میشه اعتراف کنم؟ خوشت میاد بچه ها؟ من حقیقتا بگم دکتر رفتم سراسر دنیا خوب نشدم. خوب شدید شما؟ من درمان اون؟ من درمانم اینه که من هر روز باید برم دکتر، صبح به صبح آزمایش. خوب عادی دارین شما، درسته؟ خارج من دارم. بیماری عجیبی دارم که تو دنیا خیلی کمه. خب خیلی کم. و این بیماری تا آخر عمرم باید با خودم باشه. چیه؟ و همیشه باید شاد باشم. و من الان فردا هم که بیمارستان مانساینا دارم میرم، نزدیک 10 پرستار منو معاینه میکنن. دیدی گفتم کیوان، من هی دارم به تو میگم، هی تیک میکنی میگم آره. بیچاره میگم بذار بگم خواهش میکنم من. آزمایش کردن همه جواب رد دادن، گفتم باید بری بیمارستان دیگه. من فرانسه، انگلستان، آمریکا، اسرائیل، همه جا رفتم، روسیه، چین. این بیماری من خوب نمیشه. همه هم صبح به صبح معاینه میکنن، 1 تو معاینه وامیستم. من اینجا اعتراف میکنم، چون که کیوانو دوست دارم، اعتراف میکنم، به شما احترام میذارم، با من شوخی نکنی، من 3 تخم دارم. همه دست زدن فهمیدن 3 تخم. مثلا خیلی باحال شدی الان که چیزی نیست. 3 تخم که بعدی نیست، نمیدونم ذاتیه. شما هم میخواین دست بزنید؟ شما هم میخواین دست بزنید؟ من احساس میکنم تخم نیست مسئله. شما توی مقعدتون اب دارین؟ نه 3 تخم یا واقعی؟ تو داری شوخی میکنی یا واقعی؟ این فکر میکنه خیلی مثلا دوست احساس میکنم کیوت شده. سایزش فانی باشه. اگه واقعی میدونن، اینستاگرام میدونن. بابا ملکه انگلستان دو آقا اگه ما فهم در دونه زرد بود یکم ببر پشت رو با هم ملکه انگلستان هم گفت حکیم 3 تخم داره. 10 برو بپرس، دهن به دهن داره میگرده. کیوان جون این دیوونه است. من دیوونه برو که معلومه از اولش آقای من دلم واسه والا به خدا سب کن حکیم دیگه ببین من دلم سوخه بهش پشت دادم. آقا پیمان من الان داده بودی برم من رو فکر بکن کیوان فکر بکنی بچه من میرفتم تو خونه این آقا پیمان آقا پیمان اینو تو اینترنت در آن بچه ها نیو دی میدیا از فردا برنامه شما مستقیم به نام 3 تخم 3 کاسه پخش میشه از اینستاگرام. پخش کنه اینو جدا، خیلی خوبه. ضبط کن بچه ها اگر مایل باشین این برنامه 3 تخم 3 چیز. آقا یه دونه چیزم بدین، یه ضبط مستقیم بچه ها لایو میتونیم بریم. من بهتون 3 تخممو نشون میخوام بدم. من میخوام روی صحنه نشون بدم دیگه، نمیتونم. من گفتم این میخواد پرن بکنه. من نمیتونم این تخما رو قایم کنم. سیری جان حالا یکم جدی بکنه. سیری دارم میگم سیری جان، من فکر کنم واقعا حرف سیری راسته. تو واسه داری جمهور اسلامی کار میکنی، میخوای سیری رو خراب بکنی؟ نه من الان داری شوخی میکنی، خنده میکنی، معلومه جنست خرابه. سیری راست خب از اولش جوابش راستش خیلی خوبه. نه من حاضرم لایو برنامه بذارم و ببینیم و جاجمنت یونیورسیتی اف کالیفرنیا اله. حکیم تو اول لایو میدونی چی گفته بودی؟ من همه دانشجوها رو میارم ببینم. تو گفتی با پهلوی کار میکردی که دنبال سری بود، از اولش گفتی. من ابدا شما گفتی سری رو میشناسی، گفتم به گوشم رسیده که همچی کسی هست. آها به گوشت رسیده. گفتم نمیدونم. نخیر گفتم اسمشو شنیدم، اونم از یک خانومی که بسیار خانم محترمیه، میخواست به بی‌وضاحت‌ها کمک کنه
و اوورد میشه. من گفتم این بی بذار نیست، این کلا برداری میکنه برداز کافی. من از هیچ کسی کمک نمیخوام. چی داری میگی؟ شما خواستی؟ شما رفتی؟ از روزی که شما پیش داوود روستایی رفتی، داوود روستایی فوت کرده، احتیاج به هیچ کسی نداشت. شما رفتی پیش داوود روستایی که نقاشی میکشه با چش بسته، الان دو هفته پیشم فوت کرده داوود روستایی تو کالیفرنیا. این دیوونه. نه من کیوان جون اینو بنداز بیرون، این دیوونه. شما شما اومدی مهمونی بغل خواست یه حرف جدی بزنی، چی بود آخرش؟ من خیلی جدی هم خانم حکیم درنت بذار همش دروغ هر چی داره میگه. نه سیرو جان میخواست یه حرف جدی بزنی لطفا بگو دیگه. نه نه من همش باش مسخره فکر میگم، داریم این مسخره گرفته اینجا رو، اما داره مسخره بازی میکنه. فقط اومد که پخش زنده ما راجع به گی و همجنسگرایانی که راجع من شادم ولی جدیم، من شادم ولی جدیم، دروغگو نیستم. به شاد تا حالا هرچی که گفتی دروغ بود. من دوست نه ابدا دروغگو. اگر من دیگه بابا آبرو که داری آبرو ببین میدونی چیه؟ ببین آبرو میدونی به عمله، نه به حرف زدن. به حرفایی که میزنی آبرو شخصیت تو میشه. وقتی که داری سند شرکت جی آی ار رو میبری سوال و میگی این 28 قیراط نیست و داری میگی این جعلیه، دیگه نمیشه باید صحبت کرد. یعنی یه آدمی که به بلوغ رسیده 60 سالشه، 60 سال تو اگه 20 ساله بودی میخندیدی، 5 ساله بودی میخندیدی، ولی 60 سالته. میشه نشون بدی بچه ها این جی آی ای نیست، رفتم تو این جی آی ای نیست، این جی آی ای نیست، این یاپنی کیوان همین الان برو تو گوگل جی آی ای ریپورت نامبر رو بزن بچه ها، این جی آی ای اون موقع بهش بگو هست یا نیست، این آی آی دی برای بذار بگم دیگه، بذار بگم بچه ها این ای آی دی، یعنی میری شما میگی که من ساعتم 500,000 دلار میارزه، باشه؟ تو نمیگی، تو اجازه نداری بگی. بوشکو 540 برات 90 دلار میگیره، میزنه این ساعت 500,000 دلار میارزه. گوش کن 200 دلار میگیره نه 90 دلار، قیمتش هم نمیدونم میذارم مثلا 200 دلار. بعد تو میخوای بری بیمه کنی، این کاغذ مال بیمه است نوشته برای این ماره. آره. این نشون میده که اینا رسمیه و این سنگای جعلی نیست. ببین که بی سواده اینشورنس میکنن، هر سنگی رو که من میپوشم داره. تو با شاهزاده سرین حسود میشه که شاهزاده واقعی هست. سرین شاهزاده خودشه، ما تو ایران خیلی شاهزاده داریم که شاهزاده جاودانه است و پیر نمیشه، شاهزاده پیر و چوب داریم و نزدیک فوت شد، یعنی حسودیت میشه. بله شاهزاده جاودانه است و پیر نشده. شما به محض اینکه سنین شما متوجه شدی کسی به ایران باید فوش نده. خب من به ایران فوش ندارم، فوش که اون جان فدای ایرانه. اگر شاهزاده باشه اون جان تو فدای ایرانه. نه جان من فدای هیچ کسی نیست. بله جان من فدای ایران، من نماد آزادی کامل هستم. جان من فدای تو جنوب شهری دهاتی عمله. من خوابی دیدی تو این کرد؟ بله چون دیدی تو این کرد؟ وقتی که یه آدمی بیستم تو یه مجاهدینی هستی، پایین شهر آدمی مجاهدینی، مجاهدین که من مجاهدین رو نمیشتم. تو برو مریم رجبی بهش امشب سر بزن. بابای مریم رجبی من بگو. رجبی بگو اونجای خامنه ای تو کس مریم رجبی بلند داد بشه. اونجای خامنه ای خودت میدونی همون جای آلت تناسلی خامنه ای تو اونجای مریم رجبی کی تو دهن خامنه ای و مریم رجبی نه آه. بگو اونجای خامنه ای تو اونجای مریم رجبی برینم به قرآن. یعنی چی برینم به قرآن؟ آره برینم یعنی به قرآن چی؟ تو که مسلمون نبودی تو یعنی تو چی برو بودی یعنی چی؟ این به من میگه که من دین و مذهب ندارم. آره ندارم. من چرا به دین و مذهب دیگه؟ آره نباید بی احترامی کنی. آره الله اکبر. باید به دین و مذهب دیگه بابا من اگر الله الرحمن الرحیم اگر اینو بخونی آره بخونی بچه ها بخون. آره تو یک آقای تو یک قرآن بکنی بخون تو یک قرآن بکنی از بخونم. من به دین مذهب کسی توهین نمی کنم. آره خب، معلومه نمی کنی. خب، مجاهدین هم همینو بوده. اگر نکنم چی میشه؟ آره هیچی نمیشه عزیزم. اگر من نکنم چی میشه؟ هیچی نمیشه. چی میشه؟ بگو به من چی میشه؟ تو نه به پهلوی توهین می کنی، تو نه به پهلوی توهین می کنی، نه به اسلام توهین می کنی، نه به قرآن توهین می کنی. اگر من به قرآن پشت ندم چی میشه؟
من چی کنم؟ ما میفهمیم که نمیدونم شما فکر میکنید شما خرافاتی ها فکر میکنید سنگ من نمیدم الان الان سنگ بشی الان کیوان میخواد بده کیوان میده فوش نه چرا به کیوان چی کاره کیوان اصلا قاطعی نشو قاطعی این صحبت نشو میخواد وسط دشمن درست کنه میبینی؟ میخواد دشمن تراشی کنه کیوان نه اصلا جواب نده اصلا جواب نده فیزیک برای کسی خوب نیست کیوان کاری به کار اصلا به این کارا کاری نداره اینا رو بکن نه اینجا. نه نیاکن ببین سوال هر چیزی که داری با منه ببین تو من تو من تو با کیوان نیست با شیدا نیست تو قرآن و اسلام تو با من طرفی نه تو مگه قرآن فوش شنیدی قرآن من مسلمون نیستم آره من قرآن تو خونه تو میکنم چیکار کیوان داری آقا من مسلمون نیستم آره معلومه مسلمون نیستی ولی عاشق قرآنی من الان یه قرآن بیارم من کلیمی ام پدرت هم در میاد کلیمی تو کلیمی بودی ازم ازم گزم ببین بابا زرتشت کلیمی شو من پدرم کلیمی بوده کلیمی هم که با مسلمان ها بودن انقلاب کردن مجاهدین پدر من کلیمی بوده خامنه کلیمی بود زرتشتی بوده پدرت هم در میاد خامنه کلیمی بود یک پدری ازت در بیارم میتونم چون نمیتونی دراری حالا تو خواهد منی چوز. ببین به جون هر چی من ساواک میدونی کیه ساواک کسیه که کس تو میذاره ساواک میدونی کیه ساواک کسیه که کس تو میذاره حالا منو دیدی من از ساواک بدترم حالا نگاه کن ببین من یک ماست ببین تو نگرفتی وقتی که پس میکنه چرا حکیم نه چیه چرا حکیم نه نه چون 99 بار دادی؟ چرا 99 نه؟ 99 بار دادی؟ پس بگو قشنگ بگو 99 تا چی؟ کی رفت؟ 99 کیه؟ 99 تا کی رفت؟ 99 تو امریکا تو لس آنجلس کیه؟ 99 سنت 99 سنت بچه ها 99 سنت 99 سنت بچه ها کیوان قشنگ بگو 99 تو کیه اونجا لس آنجلس خانم حکیم با من دیگه گیر نکن من که تازه جر بس شما بچا وقتی شما به 99 اهانت کنی میدونی چی میشی برینم به 99 یعنی آها برینم اکنومی امریکا شما تروریست اعلام میشین شما به اکنومی امریکا 9/11 میدونی بچه ها نیده ببینید چی میشه همین الان به FBI زنگ بزنم کیوان چرا خودت بزنم همین الان میخوای من به FBI زنگ بزنم نبودی تو میخوای من به FBI زنگ بزنم همین الان بزن تو میدونی من کی هستم میدونی چطوری میتونم خونه تو کس کنم الان بزن نامرداست نزنه میدونی نامرداست نزنه مواظب باش همین الان بزن بابا همین الان بزن میام سراغت گفتم خودم میدونم بزن همین الان این عکس ها این فیلم هایی که الان من همین عکس ها جدت عکس میگیرن تو رو من خودم هم میدونم دخل تو در میارم من شخصی هستم که محسن صفایی رو از پنتگان پیدا کردم تو دیگه هیچی انجام بده همه یه چیز شجر نامت رو میکشم بیرون شجر نامت رو میکشم بیرون انجام میدم تو خبر نداری با کی تعارف دادی ببین همین الان بزن گفتم تو خبر بر نداری با روزر نکن شجر نامت رو در میارم بیرون بچا 99 9 زب در 11 9/11 چون میدونی که الان هم CIA و FBI به جون هم افتادن یعنی ما مجاهدی. نیویورک رو نجات دادیم آره. در 9/11 نجات میدیم مجاهدین تو خود تروریستی تروریسته کسایی هم که باید این کشور برن خب 99 میکنم تو کس ننه ما کلی سپاه پاسداران داریم که جاسوسن کیوان سپاه پاسداران داره آره اینجا پرید بیرون تو امریکا اومدن میخواییم بندهش بیرون میخواییم بندهش بیرون و تمام سپاه پاسداران رو ما میندازیم بیرون نه کسافت هایی که خودشون به ماهیت استفاده رو بردن بیان امریکا رو خراب کنن داری خوب میبینی به خوده تمام اینا با ایران در تماس آره نه خب تو سپاه در قبولتی و بنده میگیرمشو خیلی ها که بگیرم تو نیویو لس آنجلس ولی تو بلی خیلی گرفتم توی بطا. کلیمی خب تو این... کلیمی میخوای زرتشتی بگیری زرتشتی خودت میذاره ببین تمام 99 بچه هایی که تو ایران هستی تمام ایرانی ها به 99 ها توهین کرد تمام اینا این کلیمی رو از تو آمریکا نابود کنیم این مجاهدینی ها رو باید ما نابود کنیم بچه ها اینا رو از آمریکا باید بندازیم بیرون
اینا همیشه خوش میدن این اصلا مذهب خود اینا آوردن فراموش نکن اینا آوردن من اینا رو باید ریشکن بکنی من فرزند کوروش هم فرزند کوروش هم ببین زرتوش هم میان کست میزن زرتوش خبر نداری با کی در رفتن تو بلد نیستی گفتم تو خبر نداری با کی در رفتن تو کاتارو بلد نیستی آره کلیمی بخم کلیمی من همه چی هستم کلیمی من حکیم رضا خلج هستم آره من تمام تو آیت اللهی آیت اللهی با تو تو میگن آیت الله شماها فکر هستید سبد مریم رجبی جندت رو پیدا کنم سبد مریم رجبی جندت رو پیدا کنم اونم کلیمی بود تو رو به درجه سربازی هم قبولت ندارم تو سرباز هم نمیتونی باشی چه بشه چین بخوای بشی چین بشم؟ یا هر چی دیگه من میخوام چین بشم کینگ باشی یا پریزیدنت باشی کینگ یا هر چی شاهزاده باشی شاهزاده پادشاه بچه ها ما مهر آریایی داریم آره تو مهر آریایی مریم رجبی داری مستقیم جاوید خیلی مهر داری نور داری مگه نه نور بر بشر نور بباره به مهر درود بر نور به 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 نور عاشق نورم نور خوشگل من آره روبای من آره روح نوبتت میاد عزیزم نوبتت میاد نور نور بر تاریکی پیروز است آره بچه ها پاکیزگی ببین این جنده یا ها ببین این جنده ته بچه ها این مجاهد بوده آره این تواب مجاهده تا دو دقیقه پیش که مجاهد نه الان تا دقیقه پیش که گفت نمیشناسه ببین الان مجاهد بوده این مریم رجبی کیوان ببین بده کرا کتابتو اول بهش گفتم مریم رجبی گفت نمیشناسم یادته من یادمه مگه نگفت نمیشناسه ببین عکسو تا نشون دادم گفت مجاهدی آره تو گفتی بله ده بار نشون دادی من نگفتم این کیه من عکسو نشون دادی ده بار نشون دادی تو چه خوب پس نشون دادی چه مموری خوبی داری ده بار بچه مموری خوبی داری آره من اسد جواد از جوادیانو بهت نشون ندادم ولی تو چه خوب شناختیش این بابات کیه این کیه حالا این پدرته آره نه تو خودت میدونی که این کونکونته نه کسافت 99 بار 99 این چه کسافتیه 99 رو فراموش کردی چه کسافتیه 99 خیلی 99 رو فراموش کردی کیوان خیلی بد حرف زد ها این تروریسته چی شد؟ آنو گفت آم گردمند تو دوست داره آه تنکیو کی؟ آه خانومتون؟ آره آه حالا این نگاه نکنه ما آبرمون رو بردیم اون که فارسی خوبیش اینه که فارسی متوجه نمیشه خب اینم بعد اینا اینا چی به هم میبرم بگو hello my dear you have such a gorgeous husband مرسی عزیزان نه خانوم حکیم amazing work for the gay ride in Iran thank you ولی خانم حکیم فقط آبرو خودش رو برده امشب واقعا اصلا خودش از من خانم من اینجا نیست که شما خب خانم انا نمیگم خانم حکیم رو بگیم خود خود ببین کیوان کیوان تو انا کهکشانی میدونستی انا کهکشان خورشیدم حتما این اینو خوشش به ماست اینو این دیوونه است گفتم که این میدونی ان کی ان تو خاندانتی زنشه گفت اسم زنش انه آره، ان کیوانه ان ایرانه وقتی تو خودت انی عزیزم تو فکر میکنی همه انه ان الف و نون ها خانوم من شما داری به ایران توهین میکنی شما داری به ایران میکنی الف و نون بچه ها شما بی سوادی ان یعنی بزرگ انسان یعنی چی تو انسانی برو کتاب بخون شما ما تو هم حس داریم معلومه با حس داریم یعنی دنبال ما هستی خب با ما حس داریم بگو دیگه با ما حس داریم با ما حس داریم موجود خیلی زیبا هات نشستن توی لایو با صحبت میکنم دندون زردش رو برده نزدیک دوربین اونجا عینکش دودی شده بوی نفسش تا اینجا میاد من واقعا ادکلونم دوچار مشکلات شده منم عطرم آوردم اینجا که اصلا از بوی گوشت من به خدا من اگر شما تو دام بیفتین مجبور شدم برم عطر باکارا رو بیارم من مسئول سازمان مللم که اگه شما به دام من اینجا اصلا نگاه هوا اصلا داغون شده واسه شما دوتا این واسه کیوان مرسی ببین کیوان شاهزاده ای شدیم
آره اینجا بوی گند خود بده. بعد یه کلون درست بکنی به اسم شاهزاده. یه کلون درست به اسم شاهزاده. داری. نه عزیزم، من مثل این آدما نیستم دنبال پول باشم. بخوام از مردم سوء استفاده کنم، بزنم زن زندگی آزادی کلون بفروشم. نه مرسی. این پولا پولای رفت دو لوگوشو الان بذار. مای گاد. این دخترشو داره میبره. نه کلون شاهزاده رو گفتی اینه. شاهزاده کلون داره، اون که اینه قورباغه است. نه این مال شاهزاده های که تو نمیدونی. نه این چیه؟ کلونه. این کلون چیپوه، میدونمش چیپوه. 20 دلاریه. غلط کردی. آره گدای بدبخت. این اصل خود آرمه. خفه شد گدای بدبخت. حالا بگی. میدونی این چنده؟ میدونی این چیه؟ میدونی این چیه؟ ببین بهترینش این چیه؟ اسم اینو میدونی؟ اسم اینو میدونی؟ بهترینش سایرسه. اسم اینو میدونی؟ بهترینش این 5 دلار تو خیابون علی داره. خب اسمشو میدونی چیه؟ خیابون علی. ببین چه بی سواده؟ خیابون علی. تو بعد باش دلم میسوزه. من بدبختی انقدر تو بدبختی که وقتی شوخی کردی گفتی سه تا تخم داری من باورم شد. خب دعای جدی منم گرفتم. به خدا باورم شد. من منتظر بودم که دست زدین میخواد. مثلا این شیدا جون تو که مسخره کردی میخواستم بگم بهش بی‌احترامی نکنیم بدبخت ناقصه. ببین نه ولی من دیگه ببین من چقدر سادم. آخه شاهزاده با اون قلب مهربونت من آماده بودم که بعدش که سن گفت خانم من شروعی نکردم دارم میخوام تو ببین شما داری یه بیماری من گفتم ولی بیماری شما بیماری بد نیست شما بیماری عادی دارم چه شوخی میکنین بابا شوخی نکنین شما اوب داری شما اوب داری باید یه چیزی همیشه واسه فردا میخوای دکترم بپرسی شما از کجا دکترم بپرسیدنازتون بیرون برای همین انقدر پرسه این سنگه واسه تو آدرس تو بده بهم روش بشین دوستتون بگین که اونو بکنه برگردونه داخل ببینین چه نرمه ببینید اجازه بدید اگر دوست داشتی فردا بیا بیمارستان تو صف اون پرستارا واسا آزمایش کن اینقدرم بیشرفن سر یه دقیقه باست دیگه دستشون بردارن ولی دستشون میذارن نگه میدارن آره رو سوراخت هم مگه نه انرژی میگیرن آره از سوراخت منم میشه ببینم میشه سوراخت نشون بدیم ما هم انرژی بگیریم که با انرژی میخوان بعدش بیا به ما انرژی کلون 5 دلاری یارو بزنم خب چرا به ما انرژی نمیدی شما هم میتونی بیای دست بزنیم ولی الان نه نوبت واسین من نوبت رو الان میخوام ببینم من میخوام کونه تو الان ببینم نوبت رو رایت نه من میخوام سوراخ کونه تو همین الان حکیم ما که میدونیم هشتری تردی شدی یه سوال از دارم سوراخ کونه مو داره یا نه من اصلا مثل لباد اصلا تو اونش ندیده اونجا رو ما اینقدر شلوارمون رو صفر نگه میداریم مثل شما نیستیم نزدیکترین تجربه ای که به حضور در یه شاهزاده داشتی همینه ازش استفاده کن کونه تو نشونش بده آره دیگه از این لایف رفتی بیرون هیچ وقت شاهزاده رو نزدیک نخواهید دیگه همچین واقعیت دیگه با یه شاهزاده نخواهید داشت خونه سلطنتی ها اگه بگه کنه الان میدونی من چرا با تو صحبت میکنم اینو الان تو باید دکونه تو دکونه تو به اسم کیوان من دارم با تو اینجا صحبت میکنم و الان من همسال تو رو از اینجا زودتر مینداختم بیرون من تو میدونم تو آدم نمیدونم خوبه تو دیگه معروف میشی تو منو آدم حالا تو مگه ببرهیز نیستی میگی ببرهیز دیگه من تو نیوپورت بیچم جنوب شهر میدونی کجاست نیوپورت بیچ حالا من دو هفته دیگه سندیاگو نزدیک توی خب نه سندیاگو دهات 2 ساعت دوره سندیاگو دهات آره گده ها اونجا زندگی میکنم من جای گده ها نمیرم حالا سندیاگو بزرگتری ارتش امریکا اونجا هستش خب آره چون جای گده ها ارتش تو جای گده ها میذارم حالا نه تو جای حالا. پولدار ارتش نمیخوان هتل بیول هیلز گوش کن هتل بیول هیلز سندیاگو هتل ببل هیلز در برابر هتل سندیاگویی که
توی بیورلی هیلز $1,000 اونجا $5,500 خب چقدر خره آره. گرونترین هتل ولدروف که $1,500 زمین جایی که شاهنشاه یا مر بوده چقدر خره شاه ایران بوده خفشو. اتاق 108 خفشو شاه ایران دیگه بوده. ریدی برو خفشو خفه خون خب. خفه خون بچا ببر بچا لاهویا بیچ لاهویا بیچ خودت که میگه بیژن رو میشناختی بیژن تو گرون قیمت‌ترین هتل تو کالیفرنیا بابا حتی این هتل از بیورلی‌هیلز هم خفشو قدیمی‌تره خفشو حتی هتل اینقدر دیوارش کلوفته که کولر نداره به خدا حالا داری صحبت می‌کنی دو تا دستتو بیار بالا ما ببینیم که جغ نمی‌زنی که اونجا دو تا دستتو بیار بالا من چیزی دستم به کافیه دستم دو تا شما ببینیم مطمئن بشید این داره خود ابراهیم یک کم تلفن دستم یک کم اینه بچه‌ها کامنت ها میگن که شما داری جغ میزنی با صدای شاهزاده مگه این نیست اون یکی دستم ما ببینیم جلو شش باشه دست این دیگه چیز دوربینه دست من اونو ثابت بذارین دستاتون رو ببینیم ما شک کردیم حالا بابا بچه‌ها گفتن بچه‌ها زیاد میگن خب حرف خودتو بزن در حالی که بیورلی‌هیلز هتل شما اونجا برید و سندیاگو اسم حکیمو نوشته یه حکیم در دنیا و اونو شما دست دادین شما ستایی دست دادین حکیمو کیوان اینو دیگه بنداز من دیگه اسم منو از دست دادین کیوان تو باید پاسو بالاها بذاری دیگه منو از دست دادی من بچه ها یه خبری بهتون بده یه خبر بهتونم خب یه خبر بده بچه ها من رفتم دکتر دندون پزشکی تو که بوکس کار میکنم خفشو پیره من تو بهترین دندون دنیا دندون زرد میدونم که تو حسن میشی خوشت میاد با خشونت با صحبت کنن انا داری با خونه بازی میکنی بعد گفتم جدی تو میدونم تو با این که داری جب میزنی شاید الان بابک داره میکنه خب 6 سالمه برای همین کنه دارم میرم نزدیک که ما دوباره آره. نبینیم الان نشسته ببین دوباره تو میام بچا آماده باشین چرا بالا پای میری چی شد بذار چیزی نمیاره که نشستی ببین یا کن جازنده رو نشونه ما میدی نه دست تو رو به خدا ما نمیدونیم شما رو چی کیوان دخترم تو بهتری کیوان خیلی بهتری من اشتباه کردم این آره. بنفشه رو خیلی عذر میخوام از این نظر شیدا احمق تو 99 این دختره اصلا 4 هم نیست نیا کن چجوری بالا پایین پیدا اینا آره بیا کیوا خودت رو دیگه نیا کن نیا کن نیا کن نیا کن نمیتونم به پروا من با تو چیار بکنم نیا کن الان افتاده من این تو کلومبه رو بگیرم شما کوتیه ها چه خوراکی ها یه چیزی من بهت بگم میدونی مردایی که واقعی مردن این مردایی کوتوله رو که میبینن میخوان فقط از کن بکنن ببین کیوان تو بگو کیوان تو من فیلم رو نگیرم کیوان چند تا رو داره نمیخواد بده به تو تحریک میشم ببین چند تا الان هستن تو پاساژ علی منتظرت هم فردا برو منتظری سلاخ خونت هم لول زدی ببین تو با صد نفر مگه نبودی هوا میخواد تو با مگه صد نفر نبودی مگه هواگیری نمیخوای بکنی خودتو اونا میخواد قطار درست کنن خیلی باحال آره تو برو با نمکی قطار رو پشت تو درست میکنن بچا این با سندیاگو چیزی نیست ببین من گفتم از دهن پرید بیرون اینو راش نمیدن آره من گفتم 99 عزیزم 99 تا آدم قطار کشیدم تو همون موقع که گفتی قرآن و آتیش بزنیدم به قرآن فهمیدم چه کسی هستی آره آدم کسیفی هست که به من ملت من برینم به قرآن اعتقاد ندارم برینم به قرآن من به اون قرآن برینم تو جهن قرآن تو کسی که تفسیرش کرد من نمیرینم اون قرآنی که نوشت برینم تو جهن قرآن من نمیرینم به کتابی خب میدونم من میرینم تو جهن دوتا هیچ کتابی نمیرینم من تو جهن همه تو میرینم تو اون کتاب رو تفسیر کردم ولی اون کتاب رو نمیرینم ما پارسی صحبت میکنیم نه عربی برینم تو دهن کسی که این قرآن رو ترجمه کرد برینم تو دهن مریم رجب ترجمه کرد یعنی چی ترجمه کرد؟ به فارسی ترجمهش کرد قرآنی کسافت به فارسی رضا فاضلی هم ترجمه کرد مردم بخونن بفهمن که که ولی اون کسی که اول زد سرح تو بود قرآن تنها چیزی که توش نداره عشقه با ارتشه اصلا عشق نمیدونن چیه دنیای من عشقه
دنیای من عشقه. عشقه. فقط عشق. عشق چیزیه که تو کونه در رفته. اون عشق نیست عزیزم. هیچی بالاتر از عشق نیست. اونا عشق نیستن. اونا کونکونتن. هیچی اصلا قرآن عشق نداره. میدونی تو از عشق چی نمیدونی؟ تو ازدواج کردی؟ ازدواج کردی؟ انگشتر تو ببینم. انگشتر ازدواج تو. عشق نوشتم. ببینم. کتاب عشق نوشتم. خب نشون بده انگشتر ازدواجتو. همش میخوام ببینم. انگشتر ازدواجتو ببینم. مگه انگشتر ازدواجتو تو ببین. تو مگه پاهات هم انگشتر نره. تو ببین. من اصلا من عشقم. من میخوام انگشتر عشقتو ببینم. من خالص عشقم. من ظاهر بی نیستم. تو 10 تا انگشتر کردی 10 تا اشاره به من. انگشتر عشق 20. من انگشت عشقتو ببین. بچا انگشت عشق سمت راست نیست سمت چپه. این چقدر خره اینه بدبخت. خب من این بری هم بی سواد. این دست چپه. نه این چه خره. این دست راست منه. نه 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 بلند شو. نه تو خری. نه این دست راست این دست چپه. نه اون دست چپه. این انگشت عشقه که میره تو کونه اینطوری. نه 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 واسه همین بهش میگن انگشت عشق. اینطوری باید عشق بازی میکنه با سوراخ کونه. بچه ها میدونی بچه ها میدونی سمت چپ و سمت راست چه فرقی داره؟ این چیه میخوری الان نصف شب حکیم؟ در نیمه شبه ها ما تا ساعت 2 باید بریم یه شهر دیگه. ما ساعت 2 داره بریم طرف یک شهر دیگه نورت. روزنامه میندازی دم در فهمیدم. ها روزنامه میندازی دم در نه داری میریم برای رژه فردا. فردا رژه داری؟ رژه داره. رژه کجا داری؟ بله واسه چی رژه داری؟ برای مهسا امینی. آره حتمی. تو آره چقدر فعال هستی. مریم رجوی به چقدر پول میده؟ 16. مریم رجوی رو من نمیشناسم. تو عکس رو خب میگم داری من 16 داشت عدد میداد. چقدر به پول میدن که بری تو این بازیات؟ من اصلا پول میدم خودم برم. پول میدم. پول از کجا میاری؟ من از کار فرش دیزاین. من خب تو اپریزر میکنم. اولا تو که فرش تو که هی داری دروغ میگی. یه دقیقه میگی فرش میفروشم یه دقیقه میگی من فقط نامه میدم که میگم فرشات چنده. برو حکیم راکس ببین. برو تو خود فرش رو داری؟ اینم مارک خودمه. آره برو گام شو بابا. عطر 10 دلاری آشغال که تو خیابون میفروشن. حالا این عطر رو دیدی گذاشتن تو کاسکو هم گذاشتن دو تا شیر بغلش. هر کسی میتونه لوگوشو درست کنه. نه در اتاق رو ببین. در اتاق رومیتشه. ببین اونجا چی میدونم 5 6 تا رومیت داره. این مجاهدین همینن با هم زندگی میکنن. چی در اتاق اینا همه مسلمونا با هم در اتاق رومیت. این در رومیت احمد. این در رومیت درسته. در رومیت اینا تمام همین دیگه همینجوری میخواد چمدونشه. چمدون چیپی هم هست گدا. چمدون 10 دلاری اون یکی داره باز کن. یعنی چی رومیتا اینا دارن کار میکنن اینجا شروع کاری کردن. خودش تو 5 نفر باز کن. اینا دارن کار میکنن بابا. اینا کار میکنن. یه دقیقه اینجا شرکته. یه دقیقه اینجا رومیت. اون یکی اون اتاقو باز کن. بعد رومیت هاشم تو شرکت کار میکنن. اون اتاقو باز کن. جالب شرکت اینا بابا. شرکت اینا شرکت اینا شرکت ایران. احمد ایران صبح اینجا شبه. خب ایران اینجا شبه. خب آره بچه ها خواهش میکنم شوخی نکنی. الان براتون میخوام یک صفحه‌ای بذارم اینو به روی دیوار که خودتون رو ببینی. بیا اینو وصلش کنی به اینجا تا ببینم. من میخوام خودتون این بابک بذار با بابک دو ساعت چیکار کردین؟ تو دو ساعت چه مسئله بذار با بابک حرف بزنیم. ما کردیم. آره. حالا ما هم از خره بازی کردیم. آره دارم, دارم برای تو یه برنامه میذارم الان. توی کوچوله کنگولومبه کیوان و دوستان و شاهزاده سرین و شاهزاده بنفشه. شاهزاده شیدا. ملکه شیدا. شیدای اور شیوا. شیدا به به شاهزاده پرنسس بگم خوبه؟ ملکه بگید. ملکه نور شیدا. ولی بهتون بگم از ما ستا بیشتر ایشون به ملکه میخوره. بله
خب ایشون ملکه هست پس چی؟ من ملکه شاهزاده سرین هستم. من ملکه باشم. نه تو خودتو قاطی کرد. من یه ملکه من شاهزاده سرین شاهزاده سرین الان دارم میگم شاهزاده سرین همین الان خودشم با تو مقایسه میکنه. نه نه گوش کن بهت بگم چرا گفتم. باید ملکه خودتو بیاری پیشه. که مادر بزرگ من میگفت. قبول نرم. تو هفت زدی انجام بدی. سلطنتی زرتشتی گوش کن یکی از پادشاهای زرتشت چند تا زن داشت ولی خیلی دنبال دختر خوشگل بود هر چی که این دختران خوشگل رو میورد همه دیگه تو همه شهر رسیده بودن همه میخواستن زن این بشن بعد این میرفت تو تمام نیسا خوشگل تر این دختران رو پیدا بدیم بعد یک دختر مسلمون بود که یک دختر چشم آبیه موبور سفید خوشگل زرتشتی پیدا شد این شاهزاده گفت من باید این دختره رو بگیرم بعد گفتم تو این همه زن داری نمیشه گفت نه من باید اینو بگیرم این دیگه میشه آخرین زن من همه گفتم باشه قول میدی این آخرینه این یکی از بزرگترین یعنی چیزای داستانای زرتشتی است که تو مامان بزرگای من میگفتن بعد این پادشاه میره توی این خونه روستایی این دختره رو خواستگاری میکنه بهش یکی از بزرگترین جواهرهای سلطنتی که زرتشتی تو اون موقع همه میدونستن گرون قیمتترین جواهرهای دنیا رو داشتن بهش یکی از گرون قیمتترین نگینای دنیا رو میده میگه تو زن من باش دخترم میگیره میگه باشه من با تو ازدواج میکنم بعد مادر پدرش هم میگن خب دخترمون ملکه میشه همه خوشحالن اینا اینا یک نوکر داشتن که مسلمان شیعه بود این نوکر خیلی به این دختره حسودی میکنه شب میتوه میره این دختره رو میکشه خب چه تاریخی بوده؟ این مسلمه تاریخ بوده؟ دیگه تاریخش رو نمیدونم این ماره مادر بزرگام که مادر منم نه مثلا داستانو گفت. سلام چند سال؟ هزار سال پیش؟ خیلی قدیمیه دیگه به داستانهای فرهاد و شیرین چون همیشه شیرین بوده خیلی قدیمیه دیگه داستان قدیمی مهم نیستش حالا بابا دیگه یه وجود نداشته اون موقع حالا بابا داستانش میخواد دوباره گوش میدادیم یه وجود نداشته دختر مسلمونه میاد اینو میبینه بعد میگه که میره سوار اسب گنده میفرستن با یه کالسکه گنده که این دختر رو بیارن بعد این دختره که میرسه به قصر همه صورتش رو گرفته بعد شاهزاده میاد پیشش دست میزنه به پاش میگه وای من چقدر عاشق تو هم من هیچ کسی رو از تو خوشگلتر ندیدم بعد دستش رو یواش میبره زیر پاش میگه تو چرا این همه الان یهو لباس پوشیدی میگه آخه وقتی من میترسم من پوستم مثل مرمره وقتی که آفتاب به پوست من میخوره سیاه میشه باید مواظب باشم که آفتاب نخوره خب شاهزاده هم گول میخوره خب از رو لباس بهش دست میزنه میگه خب چرا سرتو پوشوندی میگه خب آخه موهام میترسم موهای من بلونده وقتی که تو آفتاب میره خراب میشه وزوزی میشه مثل این مسلمونای ننسیغهی وقتی که من اینطوری خوشگل نیستم بعد میگه خب باشه میگه خب چرا چشاتو گرفتی میگه آخه چشای من خیلی آبی و نورانیه هر کی که منو ببینه مثل کیوان هر کی که منو ببینه عاشق من میشه و منو میاد از من ننو میخواد بدوزه یا من از همین باید خودم رو قایم کنم و آفتاب که به چشام میخوره خیلی حساسم بعد خب این میگه خب باشه این میبرتش توی چیز توی اتاق میگه خب تو اتاق که خوبه بهش میگه خب حالا لخ باشو میگه خب نمیتونم میگه خب چرا میگه که خب آخه من خجالت میکشم چرا خب خاموش کنی چرا خاموش کنی لخ میشم چرا خاموش میکنه بعد لختش میکنه میپره بهش میخواد باهاش سکس بکنه یهو میبینه دست میزنه میگه این چرا این همه زبره بعد این اینه پشمالوه چون زنهای مسلمون همه پشمالوه بعد دست میزنی به موهاش میبینه موهاش وزوزیه میگه تو که موهات بلونده لخت و اینا بود چی شد این شد موهاش اینه وزوزی بعد این دختره میگه خب میگه آخه وقتی که ما داشتیم با اسب میمدیم آفتاب به من زد من خیلی حساس بودم این از این آفتابه پوستای منو سیاه کرد بعد میگه خب یعنی این آفتابی که یعنی تو این همه صورتت هم پوشونده بودی یعنی این همه رو تو اثر کرد گفت آره الان چی شد گفت خب موها چی شد گفت همینه آفتاب به من زد بعد میگه خب یعنی میگه خب چشات چی شد میگه آره وقتی که من خیلی اینطوری آفتاب میزنه و چیز میزنه چشام هم یه سیاه میشه بعد حالا از این داستان میدونی چه نتیجه میگیری؟ بله بله. میدونی نتیجه چیه؟ نتیجه که لومیناتو.com
فستیوالیه برای این چرت و پرتایی که گفتی که من نفهمیدم. بله مازم این نفهمید. کیوان شاید فهمید. کیوان متوجه شدی که جریانش اینه که زنای مسلمون هر کسی رو میکشن که به جایی که بخوام برسن و وقتی بایشون دروغ بگی حتی روشونم به ایسی یه جوابی میدن که ثابت کنن دروغ نگفتن مثل ایشون. دخترم یعنی به هیچ جا نمیرسید. شاهزاده هم به هیچ جا نرسید. دخترم من آخرم میکشنتون. یه کتابی هست همه زرتشتی ها یاد گرفتم به مسلمون اعتماد نکن و اینم من به همه زرتشتی ها میگم علتی که من زنده هستم هیچ وقت نزدیک مسلمون نمیشم هیچ وقت تا یه آدمی مثل این میبینم اصلا من محلشون نمیذارم اینا رو آدم حساب نمیکنم اینا مثل سوس و مگس و چپه فاصله گرفت زرت همه رو انسان خطاب میکرد و وقتی هم ازش پرسیدن که تو فرستاده خدایی گفت نه من یک انسان معمولی هم و زرتشت دین نیست مذهب نیست آینه از تو چه کلیمی؟ تو چی از زرتشت میگی؟ تو اجازه نداری از زرتشت صحبت کنی؟ تو کلیمی؟ تو مسلمان؟ تو کلیمی؟ تو اجازه نداری اصلا دهن زرتشت رو بیاری؟ میدونم اجازه بیاری تو اومدی تو صفحه شاهزاده زرتشت اول میگفتی زرتشتی هم بعدن هم نماد زرتشت رو گرفتی داری تمام زرتشتی رو فریب میدی الان هم خودت میگی کلیمی و مسلمانی به قرآن هم بی احترامی نمی کنی انی که میگم الف و نونه یعنی اندیشه توی. اندیشه این ان اون گو ان یکی ریدن تو سرت اندیشه بچه مجاهدین و حزب الله واسط ریده بچه ان یعنی بزرگ ایران یعنی آسمان نه. بزرگ ان توی خب. میدونم انتونی انتونی اصلا تو ایتالیا زندگی میکنه نه اون انتوی نمیخواد مردم شستشون مفتی بگید انتونی که مالی خب بچه ها بزنی اجازه بده بچه ها اندیشه نیک اول اندیشه نیکه بعد گفتار نیک بعد کردار نیک تو خفش تو از زرتشت تو هیچ اجازه نداره دیگه بگی تو الان انسان... علنی گفتی کلمی انسان... اگه تو بگی من زرتشتی نیستم انسان... دهن تو راجع به زرتشت باز کنی میدونی خودت خودتو تو چه درد سری الان بذاری یه زرتشتی انسان... گنده یه جای پیدا میشه میاد انسان کسه. اولش الفونونه آخریتم بدون زرتشتی ها تو آمریکا خیلی نفوذ دارن من بزن. مادر من عشق ایرانه ما در به مهر داریم بچه ها در بیویو و استیخ ما در به مهر زرتشت ما زرتشتی ها عزیزم ما زرتشتی ها برزد اهریمن هستیم کس اهریمن کاره میکنیم اونجایی که این گفت پندارنیک ما پندارنیک نداریم ما پندار دوگانه است تو کلیمی دوگانه است پندارنیک میگه ما هندی ها آوردن من حتی کدام مذهب ندارم دروغ نگو حالا دیگه مذهبم نداره نه من ندارم من مذهب قبول ندارم ببینید آفرین مجاهدین من مذهب قبول ندارم ببینید اینا مسلمون هم نیستن وقت به سوزار مردم آزاری من مردم آزار میاد بیرون ببین همینطور صحبت کن من پهلوانم من خیلی پهلوانی پهلوانی که به اهورامزدا ایمان نداره به کائنات بزرگ ایمان نداره به نور بچه ها الان مگه نمیگم نور اهورامزدایی که تو میشناسی با من فرق داره نور چی شد تو که به هیچی ایمان نداری نور پهلوی چی شد دختر پهلوی نور ببینی بچه ها مذهب مذهب خوب تماشا کن ببینی اینا رو بهت گفتم اینا رو نمیشناسی سکولار یعنی مذهب و دین متوجه نیست آره تو منتظر نور پهلوی هستی اگر من رو خواستیم بشناسی یک عجوبه خاصی هستم کیوان و بچه ها کیوان اگر لپتاپ رو بیاره بذاره توضیح به تو بدم در 10 بخش گوگل کنی منو قشنگتر میشناسی نه تو الان خودتو خوب نشون دادی اول اومدی گفتی زرتشتی هستی بگذارین همونطور که یار خاطر بعد اومدی گفتی دین نداری بگذارین همونطور که ترامپ منتظر نور هست بچه. نور پهلوی بچه ها ترامپ منو دعوت کرد نرفتم دیگه بوری من چی گفتم الان دیگه ترامپو میشناسه برای چی برای که نخواستم سیاسی بشم پنتگانم من نوروز پنتگان تو پنتگان میری من محمد رضا حمزه پور در واشنگتن شاهده آره تو واشنگتن هم میپسی خب اونه که میدونم با مجاهدین هستی دنبال نور هستی با همین اسم دختر انشو گذاشته نور
بخن ان نور مادر قربون نور برم الهی اون نور رو ببین چه بلایی به سر داره. نور رو خوب آماده میکنم دنیا بدون چه دنیا. من فارسی هم بلد عاشق نورم. میدونم عاشق نوری. نور نفت دوستی نور خوشی بحرین نفت بحرین من بحره 40 سال عزیزم نفت بحرین تموم نشده ملت ایران اون نور رو آقا من نفتایی هم که دارم الان چند تا بشکه اونم مال شما خب آره حتما لطفا بده باشه بده شما را میدم بفرست من در نفتا رو بفرست بچه من در دبی ابوظبی به من ابو یعنی ابو میدونی یعنی چی یعنی پدر خب یک تایفن بچا اونجا معلم ابو یعنی